سلام، من بهنود مکری میزبان شما در شباهنگ ویژه هستم. این هفته با رها اعتمادی، شاعر، ترانه‌سرا و فعال رسانه‌ای گفتگو میکنم، چهره‌ای که به واسطه حضور در برنامه‌های تلویزیونی پربیننده‌ای چون آکادمی موسیقی گوگوش و استیج در شبکه من و تو نیازی به معرفی نداره. رها اعتمادی مدتی فعالیت‌های خود در زمینه ترانه‌سرایی را از سر گرفته و همکاری اخیرش با گوگوش، خواننده نامدار ایرانی، با استقبال زیادی از سوی هنردوستان همراه شده. به ویژه ترانه 40 سال که آهنگش را هم سیاوش قمیشی ساخته. 40 ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. 40 ساله که مردمان دیگر 40 ساله بریدن ولی هیچی نمیگن. یه جورای بدی سخته، یه جورای بدی تنها، آهای تشنه ترین دریا صدا تو میشنوی میرم. آهای سالار افسانه، تو میتونی یه پا میشی به بغزت اعتقاد دارم یه روز آخر رها. رها اعتمادی، بهت سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما همراه هستی. ممنون بهنود عزیز، من هم خوشحالم که بعد از چندین سال بالاخره این فرصت فراهم شد که ما با هم گفتگو کنیم. رها جان، بسیاری شما را از برنامه‌های تلویزیونی میشناسند، پروژه‌های مختلف با تلویزیون مناتو و سایر فعالیت‌های رسانه‌ای که داشتی. الان در کالیفرنیا هستی، جریان چیه و این روزا به چه کارهای مشغولی؟ راستش من قبل از شروع فعالیتم در شبکه من و تو مخصوصا ساکن همین شهر بودم، ساکن شهر لس آنجلس بودم به مدت تقریبا 5-6 سال که برای ادامه تحصیل اومده بودم و بعد به نوعی اصطلاحا سر خوردم تو کار تلویزیونی و موقع اینترنتی بود. الان که برگشتم تمرکز اصلیم روی کار ترانه است، ترانه هایی که خیلی هاشون رو حتی بایگانی کرده بودم به این دلیل که احساس میکردم مناسب هیچ خوانندهی که میشناسیم نیست، نه اینکه چی میگن خوب باشه یا ضعیف باشه از لحاظ کیفیتی، مناسب نبود. اونها رو به صورت دکلمه دارم ضبط میکنم که اگر شد مجموعی بشه جداگونه و تا به مرحله برسیم به صورت تکاهنگ چند تا از کارها رو ارائه دادیم و همچنان داریم ادامه میدیم. من نمیخوام خیلی وارد جزئیات ماجرای جدایی شما از تلویزیون مناتو بشم، ولی اگه امکانش هست مختصری در این باره توضیح بده، چرا به همکاری با این شبکه خاتمه دادی؟ خب ببینید، از روزی که من و تو شروع به فعالیت کرد، تاریخش فکر میکنم اکتبر 2010 بود. خب بودم طبیعتاً در کنار دیگر عزیزان و مدیران شبکه. بعد از این مدت زمانی نسبتاً طولانی، خب چون ترانه حتی باعث شد که من بیام سمت کار تلویزیونی، یعنی آشنایی من با مدیران شبکه من و تو بهانه اصلیش این بود که من یک شعری رو گفته بودم برای یک خواننده نچندان معروف در سوئد و اون دوست میخواست این کار پخش بشه که من میخواستم از طریق آقای کیوان عباسی این کار رو به یکی از شبکه‌های تلویزیونی برسونم، که بعد ببین تیوی رو راه انداختیم که شبکه اینترنتی بود و بعد به صورت گسترده‌تر شد من و تو تیوی. بعد از حدود 7 سال احساس کردم که دارم به اون بخش از فعالیتم
کمتر توجه میکنم که نوشتن ترانه بود و خیلی وقتا وقت کم میومد. این یکی از دلایل جدا شدن بود، طبیعتا باز هم دلیل هست، ولی اصلی ترینش هم حتی شاید این باشه که میخواستم به اون چیزی که 100% بهش علاقه دارم و باعث شد که از روز اول هم وارد این عرصه بشم به اون بپردازم. رها، بیشتر ترانه هایی که گفتی در چارچوب آثار اجتماعی و به رویدادهای ایران مربوط میشه، چرا در این مسیر حرکت میکنی؟ چه روی کردی در این زمینه داری؟ من از زمانی که شروع کردم به ترانه جدی ایرانی گوش دادن، مجموعی بود به اسم بچه های ایران که در اون مجموعه اردلان سرفراز عزیز، ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری، حتی جناب خورسندی، هادی خورسندی، اون ترانه یا اون شعر معروف بچه های نقشه جغرافی هست، بچه های ایران رو سروده بودن. هر کدوم از این ترانه ها که یکیش به بچه هامون چی بگیم آقای سرفراز بود، منو خیلی کنجکاو کرد به خیلی از مسائل. خود این که به بچه هامون واقعا چی بگیم وقتی یه روز بزرگ شدن، فردا که خواستن بدونن کجا به دنیا اومدن، بگو جوابمون چیه، حرف حسابمون چیه، یا کار بعدی با شما آیندگانم، حالا دوستانی که علاقه مندن این ترانه رو شنیدن. این جنس از ترانه منو بیشتر کنجکاو کرد، بیشتر علاقه مند کرد و باعث شد که برم بگردم، جستجو کنم، ببینم این افرادی که اینها رو نوشتن کیا بودن، کارنامه‌شون چی بوده. برای همین وقتی خودم شروع کردم، بی اختیار سوژه هایی که برام جذاب تر بود، سوژه هایی بود که مربوط می شد به زندگی روزمره ما، مسائل اجتماعی، حالا چه حتی منی که داخل از ایران بزرگ شدم. ولی جالبه براتون بگم، نمیدونم اینو جایی قبلا گفتم یا نه، من اولین ترانمو که حالا اگه اسمشو بتونیم بذاریم ترانه، در ایران نوشتم. من در 15 سالگی به مدت 12 روز به دعوت فدراسیون تنیس رفتم تهران، یعنی به همراه یک تیم رفتیم تهران. در هتلی اقامت داشتیم شمال شهر به اسم آزادی، اگه اشتباه نکنم، نزدیک این. ما رو بعضی روزا میبردن گردش، تو چند روز اول مخصوصا، خب جاهای دیدنی میبردن، جاهایی که برای توریست ها شاید جذاب تره. من اما دوست داشتم بیشتر ببینم، یعنی دوست داشتم جاهایی برم که شاید به تهران واقعی شبیه تر و نزدیک تره. زیاد طولانیش نمی کنم، با یه کودک خیابانی، به یه کودک خیابانی برخوردم که عجیب شبیه خود من بود در همون سن. شب که برگشتیم نوشتم رو کاغذ و نمیدونستم چیه که دارم می نویسم. متن رو یه نفر پیدا کرد و تشویقم کرد که این کیه؟ کی اینو نوشته؟ گفتم من. گفت نه جدن. گفتم خب من. گفت اصلا تو چجوری فارسی می نویسی؟ و بعد رفته رفته مسیر از اونجا آغاز شد. برای همین اگر لحن ترانه هام این شکلیه، مطمئن از همینجا سرچشمه میگیره. خب همکاری با گوگوش و سیاوش قمشی چطور شکل گرفت؟ این پروژه مشترک از کجا شروع شد؟ ببینید، همکاری من با خانم گوگوش مخصوصا برمیگرده به سال شاید اواخر 2009 یا اوایل 2009 با ترانه‌ای به اسم من همون ایرانم. بعد از اون با آهنگسازی بابک سعیدی بیشتر، یعنی تقریبا فقط کار کردم با خانم گوگوش. با سیاوش قمشی عزیز دورا دور و هر از گاهی که به لس آنجلس میومدم همدیگر رو میدیدیم، یکی دوتا برنامه حتی با هم ضبط کردیم تلویزیون. وقتی که من برگشتم لس آنجلس این بار برای ادامه کار ترانه به طور 100%، یه کاری رو در دست داشتم به اسم شاهد که این ترانه رو در اختیار خانم گوشم گذاشته بودم و بهشون گفته بودم اگر روزی خواستید این رو اجرا کنید
لطفاً با آهنگسازی سیاوش قمیشی باشه، به این دلیل و این دلیل و این، و توضیح دادم چرا. چون حتی موقعی نوشتنش به سیاوش قمیشی فکر میکردم بی اختیار، یعنی به جنس آهنگ های سیاوش قمیشی فکر میکردم. این اتفاق افتاد، ترانه در اختیار ایشون قرار گرفت. وقتی که این اتفاق افتاد، این دو نفر خیلی به هم نزدیکتر شدن، یعنی هم سیاوش قمیشی و هم خانم گوش متوجه این شدن که ای بابا، ما چرا این همه سال با هم کار نکردیم، کاش کار میکردیم، و شروع به کار کردن. شاهد رو داشتیم تمرین میکردیم، یعنی خانم گوش داشتن تمرین میکردن موسیقی 40% تقریبا تنظیم شده ای در اختیارشون بود که داشتن با اون تمرین میکردن، و من این ترانه رو شروع کردم به نوشتن. 40 سال رو چند روز قبل سیاوش قمیشی عزیز یک آهنگی رو من معرفی کرده بود که اینسترومنتال بود، کاملا خالی بدون کلام، گفت این رو برای نوشتن استفاده کن، یعنی برای خودت پخش کن، که من همیشه این کار رو میکردم و بهش گفته بودم که اگر موسیقی دارید که مناسبه برای الهام گرفتن موقع نوشتن حتما معرفی کنید، که یکی از اون ترک ها همون ترکی بود که داشتم مینوشتم. یک هیجانی توی اون کار بود که باعث شد کلام هم این شکلی در بیاد، سیلابا کوتاه‌تره، زبانش خیلی عامیانه تر حتی از کارهای دیگه است و خیلی رک و بی‌پرده است. این همین جوری تموم شد. وقتی که تموم شد، من نمیدونستم با چی کار باید بکنم. در دیدار بعدی که داشتیم، خانم گوش پرسیدن کار جدید چه خبر؟ گفتم این هست ولی نمیدونم چی کار باید باش کرد، یعنی حتی تصور نمیتونم بکنم که شاید گوگوش اینو اجرا کنه. یه ذره بعضی جاهاش شاید زبان گوگوش نیست. و بعد رفته رفته به جایی رسید که ایشون با آقای قمیشی تماس گرفتن، با سیاوش عزیز، و خودشون پروژه رو با مدیر برنامه خانم گوگوش پیش بردن تا جایی که ویدیو شد که حالا دوستان دیدن، و این استقبالی که شاید قابل پیش بینی بود ازش شد. اینطور نبود که بخوایم این کار رو آماده کنیم از قبل یا هدفمند باشیم نسبت به انتشارش، خیلی طبیعی همه چی پیش رفت. رها، فرصت خوبیه درباره خود ترانه صحبت کنیم. به عنوان ترانه سرا به چه نکاتی اشاره میکنی؟ این شعر چه پیامی داره؟ مهمترین پیامش برای من اینه که بگیم به عزیزانی که داخل هستن که ما صدای شما رو میشنویم و ما متوجه این میشیم و شدیم و هستیم که شما بی نهایت تنهایین. تنهایین به چه منظور؟ تنهایین از این بابت که اونهایی که در داخل هستن و میخوان فعالیتی بکنن، حالا به هر شکلی، هنری، سیاسی، فرهنگی، در راه مبارزه، تنهان، چون حمایت که نمیشن طبیعتا. اونهایی هم که اومدن بیرون و دارن فریاد میزنن، خب حمایت که نمیشن هیچی، داریم میبینیم که چجوری باشون برخورد میشه، اونها هم تنها. اشخاصی که خارج از کشور هستن و شاید میتونستن در طول این 40 سال کارهای بیشتری انجام بدن، الان منظورم هنرمندای خارج از کشور نیست، شاید افرادیه که در طول این 40 سال فعالیت جدی سیاسی داشتن، یعنی حزبی، گروهی، اما وقتی میرسید به یه میزه گرده نسبتاً بزرگتر، همه چی از هم فرو میپاشید به دلایلی که حتما مشخصه برای بینندگان شما، اختلاف نظر و و و. مهمترین پیام این ترانه این بود که بنابراین تنهان، فوق‌العاده تنهان، یعنی در حدی که این تصاویری که به دست ما میرسه توی تلفن ها، توی شبکه‌های اجتماعی میبینیم، متوجه این هم میشیم که بی هدف، بدون تکیگاه اومدن بیرون و برای آب و برق و نون و
حالا دیگه آزادی بیان و چیزهایی که این 40 سال نبوده، اینها رو انگار دیگه هم از یاد بردن و طبیعیه که از یاد ببرن، چون امروز مسئله اصلی زنده موندنه انگار برای عزیزان، و به ظاهر اینطور میاد و به هم ریختگی کامل. بنابراین احتیاج بود که سیاوش قمیشی، احتیاج بود که گوگوش این حرف رو بزنه، به دلیل اینکه اعتبار این دو صدا مطمئنن باعث دلگرمی خیلی از اون عزیزانی میشه که احساس بی‌تکیگاهی میکنن، و در واقعیت هم همینه. تنها یه جورای بفی درده، شبی شرمند برگرده، یه مادری که چند سال دیگه نون آوره مرده، یه جورای بدی درده، ببینی حق تو خوردن توی کوچه جلو چشمات، ببینی بچه تو بدی سخته، یه جورای بدی تنهان، آهای تشنه ترین دریا، صدا تو میشنوی میرم. به هر حال گوگوش و سیاوش قمشی سالهاست در صحنه هستن، طبیعیه که نظرات و سلیقه خودشون رو دارن. در این پروژه پیشنهاد خاصی نداشتن یا نخواستن مثلا چیزی رو عوض کنی؟ این همکاری در چه چارچوبی صورت گرفت؟ خیلی خوب و طبیعی و درست انجام شد بهنود جان. ما در این کار 40 سال، از هر کدوم از کلماتی که میشنوید تا میکس کار، یعنی حتی بعد از مرحله تنظیم، چون طبیعیه که خیلی ها ندونن تنظیم کننده دقیقا چی کار میکنه، خیلی هنوز بر این باورن که این صداها رو که لول ها رو که یه نفر قاعدتا تنظیم میکنه اون تنظیم کننده است، ولی در مرحله میکس که مرحله نهاییه، ما حتی سر کوچکترین مسئله‌ای که به نظرمون میومد مشورت میکردیم. طبیعی بود که در اون قسمت سیاوش قمیشی عزیز و تنظیم کننده حرف آخر رو میزدن، ولی به عنوان یک کار تیمی سیاوش قمیشی میپرسید از خانم گوگوش که اینجاشو راحتی، اینجاشو دوست داری، یه ذره اینجوریش کنیم یا یه ذره اونجوریش کنیم. کلام هم همینطوره، یعنی این نسخه‌ای که اجرا شد نسخه‌ای بود که من همون روز اول در اختیار خانم گوگوش گذاشتم، هیچ کلمه تغییر پیدا نکرد، اگرچه در یکی دو جاش خود من سوال کردم از هر دو عزیز که ممکنه اینجوری هم برداشت بشه، که یادم سیاوشان پرسید خب منظور تو چی بود، گفتم منظور من این بود، گفت خب منم برداشتم این بود، پس بذار باشه دو جاش. بنابراین خیلی طبیعی، خیلی صمیمانه، خیلی صادقانه کار پیش رفت. خب تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم انتشار این ترانه چه بازتابی داشته؟ فکر میکنی ایرانی‌ها چطور ازش استقبال کردن؟ چه واکنش‌هایی برای خودت جالب بود؟ خب اصلی ترینش و دلگرم کننده ترینش اینه که تو چجوری میتونی این حرفا رو بزنی وقتی اینجا نیستی، که خود این تمام خستگی رو از آدم میگیره. بیشتر در این مورد بود. یه نفر پرسیده بود بچه تو بردن آیا اون چیزی که من تصور میکنم؟ من جواب دادم، گفتم شما چی تصور میکنی؟ گفت این که میریزن تو خونه یه نفر و بچه یا دانشجویی که داره فعالیت
حالا هر نوع فعالیت ضد اون ماجرا اون جریان میکنه رو میبرم. گفتم دقیقا همین بود. زیاد بوده. اگه الان میخوام بهشون بپردازم، مثلا یکیش این بود که خیلی ها نمیذاره بتابی، نمیذاره بخوابی رو بخوابیم و بتابیم میشنیدن، که خیلی جاها میدیدم اینطوری نوشته بودن، ولی متن اصلی اینه که نمیذاره سهرشی، نمیذاره بتابی، 40 ساله یک کابوس، نمیذاره بخوابی. برعکس خوندم. رها جان، سایت های دولتی و محافظه‌کار ایران به شدت از این آهنگ انتقاد کردند، به ویژه روزنامه کیهان که با القاب زشت و زننده‌ای هم به شما حمله کرده. به نظرت این واکنش ها چه دلیلی داره؟ چرا این بار به این شدت حساسیت نشون دادن؟ شاید اگر اجرا کنندگان این کار سیاوش قمیشی و گوگوش نبودن، این حساسیت رو نشون نمی دادن. طبیعیه که وقتی دو صدا با یک چنین قدرتی و اعتباری داره انتقاد میکنه از کل سیستم، از کل این 40 سال و بهش میگه کابوس، طبیعیه که رسانه‌ای که از داخل داره فعالیت میکنه این عکس العمل رو نشون بده. منتظرش بودم، نمیتونم بگم نبودم، ولی به قدری مضحک و کودکانه بود متن که بیشتر به خودشون انگار ضربه زدن، چون در اینجور موارد یکی دو نفر، حالا درصدی، یکی دو درصد ممکنه باور کنن که طرف چنین کار رو کرده. کودک آزاری که جرمیست اصلا دور از تصور. ولی این بار یک نفرم ننوشت، یک نفرم باور نکرد، به ضرر خودشون بود بیشتر حتما. تو در سالهای اخیر به واسطه فعالیت‌های مختلفی که داشتی حملات شخصی زیادی بهت شده. میدونم به هر حال با چنین وضعیتی بیگانه نیستی و به قول معروف فوست کلوف شده، ولی سوالم اینه که مثلا وقتی به کودک آزاری متهم میشی یا بهت میگن قاچاقچی، چه واکنشی داری؟ آیا ناراحت میشی؟ بنو جان، راستش رو بگم از طرف اونها ناراحت نمیشم. یعنی وقتی از طرف اونها میاد ناراحت نمیشم. وقتی در گذشته میدیدم که عده‌ای باور میکردن، ناراحت میشدم. طبیعیه، چون مسئله نیست که دین من چیه یا گرایش جنسی من چیه، مسئله اینه که اون چیزی رو که میگن من نیستم. یعنی اگر میگن بهاییه، من بهایی نیستم، ولی نه جرم نه گناه. همجنسگرا نیستم، ولی باز هم نه جرم نه گناه. ولی خب کودک آزاری هست، قاچاق مواد مخدر اینها هست. اینها نه راستش اذیتم نمی کنه، ولی اگر در گذشته می دیدم که دوستان ممکنه بپذیرن، خب طبیعی ناراحت می شدم. یعنی 2011 2012 سالهایی بود که این اتفاقات خیلی می افتاد و من تا قبل از 40 سال گفتم خب روششون رو عوض کردن، تغییر دادن، ولی انگار هنوزم ادامه داره. حالا گذشته از این که مردم ترانه رو دوست داشتن یا نه، خیلی از ایرانی‌ها از تو، گوگوش و سیاوش و قمشی حمایت کردن. به نظر میاد این کارزار تخریبی کیهان و سایت‌های محافظه‌کار دولت ایران موفق نبوده و نتیجه معکوس داشته. کاش مشاوری بود به این دوستان بگی که شما با این کارتون تبلیغ میکنید. یعنی شهرام نورز گفت اون نیم درصدی هم که نشنیده بودن رفتن گوش کردن. در گذشته هم همین بوده. در گذشته هم اگر پروژه میومد بیرون و مورد انتقاد همین افراد قرار میگرفت، مخاطب کنجکاوتر میشد یا اقلن کنجکاو میشد که بره ببینه و یا بشنوه. بنابراین خیلی خیلی مسخره است که خودشون به کمک خودشون به خودشون ضربه میزنن، لطمه میزنن. در میان نظرات مثبتی که درباره این آهنگ بود، گروهی هم به اون انتقاد کردند. مثلا برخی از فعالین حقوق زنان و فمینیست ها گفتن این اثر ضد زنه. به قسمتی اشاره میکنن که زن رو به عنوان نوناور خانواده به مرد توصیف کردی.
به نظرشون نقش و جایگاه زن رو کم اهمیت نشون دادی. رها، نظر خاصی در این زمینه داری؟ حتما بهنو جان، منم اتفاقا در اوایل گفتگو گفتم که یکی دو جا بود در متن ترانه که مشورت کردیم با هم که آیا باشه یا نباشه، چون میدیدم که ممکنه اشتباه برداشت بشه. البته حدس من تقریبا درست بود، درصد کمی ولی درست میگید، اکثر من نشون دادم. ببینید، یه جورای بدی درد، شبی شرمنده برگرده، یه مادری که چند ساله دیگه نوناوره، مرده. این صحبت از این نمی کنه که زن به این مقام رسیده که نوناور شده و مرد شده. این داره میگه که در جامعه ای که زن تعریفش کاملا مشخصه، یعنی اگر فعالین حقوق بشر یا فمینیستی بخوان بیان و بگن که نه، در کشور ایران برابری وجود داره، هیچ نوع بی‌عدالتی در کار نیست، خب اصلا دیگه نمیشه وارد گفتگو شد. متن ترانه داره میگه که زن به یک جایی رسیده از زندگی، به یک مرحله‌ای رسیده که از روی اجبار مرد شده، مجبور شده که نوناور بشه. صحبت از ورود به استادیوم ورزشی و لباس و پوشش نیست. وقتی در کشور ما زن خیلی مشخص و خیلی اوریان تعریف میشه که نقشش چیه در اجتماع، نقشش چیه در خانواده و بعد در اجتماع، چه وظایفی داره، چی باید باشه، چی جوری باید رفتار کنه، به صورت خیلی افراطیش عکسش رو کسی جز همسرش یا پدرش نباید ببینه، به طور خیلی عادی و مدرنش پوششش فرق میکنه یا نقشش در کانون خانواده خیلی مشخص. پس اگر اون زن امروز نون آور شده، از روی اجباره، از روی اینه که مجبور شده از اون قالب بیاد بیرون و بیاد توی اجتماع و کارهایی رو بکنه که خود اون حکومت میگه تو نکن. ولی اگر اون حکومت داره میگه تو نکن، پس سفره اون خانواده داره کی قراره پر کنه، یا کی قراره شیر خشک بچه رو به نوعی، به طریقی، حتی هست تصاویری که میرن تو با حجاب و میدزدن مرغ فریز شده، کالواس میدزدن. چرا این کارو میکنن؟ حتما وجدانی در کار بوده، ولی وقتی بچت گرسنه است دیگه وجدانی در کار نیست. من به اون عزیزانی که این انتقادو کردن، به یکیشون جواب دادم، چون یکی از کارمندایی که از شبکه‌ها بود دوستی برام فرستاد، جواب دادم. ولی این رو هم بگم دو حالت هم بود در این انتقاد. یعنی یه حالتی بود که آقا مچشو گرفتیم، یعنی انگار کشف یه سوتی بود، مو رو از ماست کشیدن، حالا نه ماستی هست نه موی، ولی دنبال مدال گشتن که دیدید چی گفت. این قشنگ نیست طبیعتاً، و مشخصه زن در اجتماع چه نقشی داره. و در ترانه حتی ملودی سیاوش قمشی، حتی طرز خوندن اون کلمه، حتی اجراش در ویدیو توجه کنن دوستان که چجوری میگه مرده. اگه میگفت مرده یعنی به این مقام رسیده، کاملا درست بود انتقاد. ولی حالا اگه فرصت شد حتما اون تیکه ای که سیاوش قمشی اجرا میکنه رو پخش کن، گویای همه چیز. ولی واقعا راضی کردن همه کار سختیه ها. چقدر به نظرات مخالف یا ایرادای اینجوری اهمیت میدی؟ چقدر برات مهمه؟ خوشبختانه برام گلچین میشه انتقاد. اگر میشه هم سازندش هست طبیعتا، که من خیلی تشنه انتقاد سازندم. یعنی من در هر فرصتی که پیش میومد کارهامو برای بزرگان در خلوت میخوندم، و بعض وقتا مثلا میدیدم که چجوری هم تحت تاثیر قرار گرفتن، و یکی دو مورد بوده که خیلی هم احساساتی شدن. همیشه میخوام بدونم که کجای کار ایراد داره. من هنوز خودم رو مثلا در یکی از کلماتی که تو ترانه حس مبهم عوض کردم، یا در ترانه نوستالژی
یا در ترانه یه حرفایی عوض کردم، نبخشیدم و نمیبخشم، خودسانسوری کردم، ولی خب اینو کسی نمیدونه. ولی اهمیت میدم از این بابت که احساس کنم سازنده است. وقتی احساس میکنم سازنده نیست، حتما برام هیچ چیز مفیدی نداره. ولی درک میکنم که چرا حال و روزمون اینه، یعنی درک میکنم که چرا وقتی میریم تو این شبکه‌های اجتماعی و انرژی رو که خب به هر حال همین کلماتی که تایپ میشه داره تایپ میشه دیگه، یعنی یک منطقی پشتش هست، اگرچه به باور من شاید خیلی مسخ و خیلی ناعادلانه و حتی در بعضی موارد بیرحم باشه، ولی این آدم فکرش اینه، حالش اینه و حال خوبی ندارن، یا دست کم کسانی که میان و کامنت میذارن حال خوبی ندارن. شما یه آهنگ دیگه منتشر کردید به اسم شاهد، ولی اون اثر کاملا تحت تاثیر این ترانه 40 سال قرار گرفت. نمیخوام بگم سوخته، ولی شاید کمتر درباره اون صحبت میشه. نظر خودت چیه؟ چقدر خوب که این مسئله رو مطرح کردید، ازتون ممنونم، فکر نمیکردم بهش بپردازیم. ببینید، انقدر حال و روز همه عزیزان مخصوصا در داخل این روزا به هم ریخته است و انقدر مشخصه که قانون جنگله که شخصی به اسم بهروز لطفی پور، ایشون تنظیم کننده هستن، کار رو تنظیم کرده بودن، ترانه شاهد رو، یعنی به درخواست آقای قمشی که کار رو فرستاده بودن برای ایشون تنظیم کرده بودن، سیاوش قمشی راضی نبود به عنوان آهنگساز و صاحب اثر، راضی نبود، داد به یه نفر دیگه، که این اتفاق خیلی پیش میفته، یعنی خیلی وقتا شما حتی از قدیم میبینید که از بعضی از ترانه های سرشناس دو تا تنظیم مختلف وجود داره، سه تا حتی. وقتی که اعلام کردن هم سیاوش قمشی و هم خانم گوش که تا 48 ساعت دیگه کار منتشر میشه، این آقای لطفی پور کار رو یک روز زودتر دادن بیرون، چون نمیدونستن که کدوم کار قرار بیاد بیرون، احتمالا فکر میکردن شاهده. خب وقتی این اتفاق افتاد، وقتی یک نسخه ضعیف‌تری که مورد پسند صاحب اثر نیست بیرون اومده، مجبور شد حتما این رو بده بیرون و به قول شما شاید تا حدودی این کار سوخت، با اینکه بی نهایت کار زیبایی، من از بابت ترانش، از بابت متنش صحبت نمی کنم، نمی خوام از خودم تعریف کنم، آهنگ، تنظیم، اجرا بی نظیر و الیاس شیرزاد که در داخل ایرانه، توی پیج اینستاگرامش نوشتم که منجی این کار شدی، چون کار لو رفته بود و مطمئنم با شنیدن این تنظیم مخاطب اصلی متوجه میشه که پس چه اتفاقی افتاده. آیا همچنان با این گروه همکاری میکنی؟ بازم با گوگوش و سیاوش قمشی کار میکنی؟ پروژه‌ای هست که مایل باشی درباره اون توضیح بدی؟ برای من هر دفعش افتخاره، هر دفعش خوششانسیه، هر دفعش یک اتفاق خیلی مهم و تاثیرگذار در کارنامه. من با کمال میل دوست دارم این اتفاق بیفته، ولی بنو جان این رو بگم که از شاید 10 تا کاری که از من بیرون اومده، حالا اگه بگیم 10 تا، یک کدوم از اونها رو من به خواننده پیشنهاد دادم، یعنی گفتم که یک همچین ترانه، یک همچین نوشته‌ای هست، یا یک همچین ترانه‌ای هست، مثلا بابک سعیدی حتی آهنگش هم ساخته. هیچ وقت نمیرم به شکار خواننده، نمیرم، چون خیلی از این عزیزان به خاطر خوشقلبیشون و به خاطر اینکه آرتیستن، به هر حال آدم‌های بی‌رحم و بی‌انصافی نیستن، نه نمیگن. یعنی من اینو خیلی زود متوجه شدم که بعضی از بزرگان موسیقی ما، خوانندگان، از روی خوشقلبی، مهربونی نه نمیگن، یعنی حتی کار رو در توی حالت رودرواسی اجرا میکنن و کارهایی که به اون شکل من احساس کردم ضبط شده رو هیچ وقت منتشر نکردیم. یعنی در یه مورد بود که خواننده گفت اصلا به تو چه، من میخوام اینو بدم بیرون، و خیلی اصرار کردم، خیلی خواهش کردم و دلیل منطقی آوردم که
این بهترین شما نیست در حال حاضر، یعنی نزدیک اون چیزی هم که باید باشه نیست، لطفا اجرا نکنید. ولی خب اجرا شده، بعدها با کلام یک نفر دیگه و یا با تنظیم یک نفر دیگه باز با کلام متفاوت، ولی من در 90% موارد خیلی عقب نشینی میکنم، نمیگم اگر کاری هم باشه، برای اینکه نمیخوام اون عزیز رو در اون موقعیت خاص رو درواسی دار قرار بدم. رها اعتمادی از شرکت در این گفتگو سپاسگزارم. برات آرزوی موفقیت دارم در ادامه برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در پیش داری. خیلی ممنون از شما جناب مکری عزیز، خیلی گفتگوی چالش برانگیز و جامعی بود. نکاتی رو بهش اشاره کردید که انتظارش رو نداشتم، ولی خوشحال شدم که مطرح شد و فرصتی شد برای من که دست کم بعضی از این مسائل رو خیلی ساده تر و خیلی صمیمانه تر توضیح بدم. مرسی از اینکه تا این هنگام با ما همراه بودید. امیدوارم از تماشای این گفتگو لذت برده باشید. روز و شبتون بخیر. این صدای آمریکاست.